خانم صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم و کارگردان فیلم هوا مریم عایشه در استودیو با ما هستن. سلام، خوش آمدین خانم کریمی. سلام به شما. کمی بیشتر برای ما در مورد این فیلم بگین. قبل از اینکه در مورد فیلم بگم، من میخوام همینجا از تلویزیون طلوع خیلی خیلی تشکر کنم، به خاطر اینکه خبرهای فرهنگی و مخصوصا سینمایی را انعکاس میدن و در این چند روز اخیر با اتفاقات بدی که در رسه امنیتی در افغانستان افتاده و انتحارها و انفجارهایی که وجود داره، اما خبرهای ما را پخش میکنین. تشکر. هوا مریم عایشه فیلم بلند سینمایی ماست که در افغانستان ساختم، پارسال زمستان ساختم و در واقع در داخل افغانستان ساختم، با عوامل افغانستانی ساختم و با بودجه که مستقل خودم ساختم، که بعد کوپرودوسر هم پیدا کردم که مرا کمک کرد تا فیلم خلاص کنم. فیلمی هست در مورد سه زن از همین جامعه، منتها فیلمی هست که کلیشه ها در مورد کلیشه ها صحبت نمی کنه، در مورد او تصویری که همیشه از زن افغان هست صحبت نمی کنه، بلکه در پس همین مسائل کلیشه‌ای که در مورد افغانستان در رسانه ها و یا در همه جا صحبت میشه، ما به زندگی خیلی خیلی ساده ای زن ها در پس ای دیوار ها و خانه ها میپردازیم. بسیار خوب. کمی بیشتر در مورد عوامل فیلم، هرچند شما یادآوری کردین، تا جایی که ما میدانیم فیلم نامه نویس این فیلم خودتان هستین و تهیه کننده اش هم خانم کتایون شهابی، تهیه کننده ایرانی هست. بیشتر کوپرودوسر هستن. من فیلم نامه نویس، من تنها خودم نیستم، سمی حسیب نبی زاده هم با من فیلم نامه را نوشتن. درست. یعنی ما دو نفر هستیم فیلم نامه نویس، من کارگردان هستم و تهیه کننده فیلم هم هستم. منتها در میانه فیلم کتایون شهابی یکی از تهیه کنندگان بسیار مطرح ایرانی که فرانسوی ایرانی هستند، ایشان هم در واقع آمدن و با کمک ما شتافتن که فیلم را تمام کنیم. منتها این فیلم کاملا به نمایندگی از افغانستان به ونیز شرکت کرده و در واقع نماینده کشور افغانستان است. اگر بیشتر در مورد ویژگی‌های فیلم بدانیم، شما گفتین که فیلم را در افغانستان ثبت کردین، ما هم پیشش شنیده بودیم در لوکیشن های واقعی در کوچه پس کوچه های کابل ضبط شده، و در کنار از اینکه بازیگران نقش بازی کردن در فیلم، شما رچرای آماتور هم شما نقش دادین ظاهرا. من اینجا جا داره که از اهالی دیدانای کابل خیلی تشکر کنم، از جوانایشان، از کسایی که بدون هیچ چشم داشتی در فیلم ما بازی کردن و امنیت اونجا رو گرفتن و ما تقریبا 40 روز در اونجا فیلم برداری کردیم. و من متاسفانه ما از لحاظ بازیگر در افغانستان خیلی کمبود داریم، و چون ما بازیگرای زن هستن، هر سه شخصیتم زن هستن، بازیگر هوا آرزو آریاپور هست که از فنلند ما گفتم بیاین بازی بکنن، بازیگر مریم خانم افشار هست که آمدن از کابل هستن، ایشان بازیگر تقریبا حرفه‌ای هستن، و بازیگر عایشه هم خانم حسیبا ابراهیمی هستن که در یک از سریال های تلویزیون طلوع هم بازی میکنن به عنوان خط سوم، که رویا جان سادات کارگردانی میکنن در واقع، و بعد بازیگرهای دیگه، یعنی بازیگرهای غیر فرعی، همه غیر بازیگر بودن، کسایی بودن که من پیدایشان کردم، ازشان خواستم که بیاین داخل فیلم بازی بکنن. یک فیلمی است که کاملا نگاهی نو به مسائل زنان در افغانستان داره و سعی کرده که کلیشه ها را بشکنه و سعی کرده که در واقع همچنین به جامعه بین المللی در عرصه سینما بگه که افغانستان داستان های دیگه هم برای گفتن داره. زنان افغانستان زنانی هستن که در واقع او سیاه و سفیدی که میبینن، چون بسیاری در مورد زنان افغانستانی را فکر میکنن که یا زنان افغانستان کاملا قربانی هستن یا زنان افغانستان کاملا در واقع قهرمان هستن، و او فضای خاکستری بینه که یک زن نرمال با دغدغه های نرمال زندگی در می کشور روبرو است، او را خیلی به تصویر نمی آورن، خیلی نمیخواین راجبش حرف بزنن. پس با این ویژگی ها در انتظار ای باشیم که با دست پر برگردن. فکر میکنم در 7 اگست برگزار میشه. بله، 7 ببینین، همین که این فیلم برگزیده شده تا در این فستیوال خیلی مهم جهانی شرکت کنه، چون از افغانستان خیلی شاید کسی شرکت نکرده بوده قبل از او، این خودش برای افغانستان، برای سینمای افغانستان و برای من به عنوان یک فیلمساز یک دستاورد است. ولی امیدوار هستم
آرزو میکنم که با دست پر برگردیم، به خاطر اینکه ما ایتالیا میریم هفته آگوست تا و نه هفته آگوست نه 28م هست تا 7م سپتامبر. درست هفته سپتامبر یادم بوده. به هر حال بیشتر رو تجربه فیلم های افغانستان در جشنواره جهانی هم اگر صحبت بکنیم، مثلا فیلم بچه کابل ساخت برمک اکرم یک بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد، اگر اشتباه نکنم سال 2008 بود در جشنواره کن بود، جای خانم که ونیز بود، حتما اشتباه نمیشن، یا مثلا یک فیلم از اونا به نام وجمه برنده جایزه سندنس شد. در سال 2014 برخی از فیلم های کوتاه که ساخت کارگردان ها و تایکنده افغانستانی بود اینا رفتن ما در امی سال 2018 و 2019 خیلی سال پرباری برای سینمای افغانستان داشتیم. رویا سادات با فیلم نامه به رئیس جمهور که خیلی خوب درخشید، ابوذر امینی با کابل شهری در باد خیلی خوب در فستیوال ها درخشیده، سهرا مانی با فیلم هزاران زن چون من خیلی خوب درخشیده در فستیوال های مستند، شهربانو سادات با فیلم پرورشگاه خیلی خوب درخشیده که حتی نماینده ما از افغانستان در کن بود امسال، و هوا مریم عایشه هم به ونیز میره، و همچنین یک فیلم کوتاهی را هم خانم دیانا ثاقب جمال ساختن به اسم راضیه فکر میکنم یا رقیه، که او هم در بخش فیلم های کوتاه ونیز شرکت کرده. در واقع ما دو سالی که بوده خیلی خوب درخشیم، و حسن فاضلی فیلمی ساخته که در ساندنس جایزه برد. در واقع ما یعنی در همین دو سال اخیر خیلی خوب درخشیدیم و یک موج جدیدی از سینماگرا در واقع دارن فیلم میسازن، دارن قصه های سرزمین را میگن، بسیاری در بیرون میگن، بعضیا در داخل میگن، و فکر میکنم اگر که همچنین ادامه پیدا بکنه سینمای ما حرف زیادی برای گفتن داره، سینمای جدی و اندیشه‌گرای ما حرف زیادی برای گفتن داره. در کنار این موارد روی 10 فیلم مستند که در گزارش هم یادآوری شد، اگر روی موضوعش صحبت بکنن. خب من در کنار این که کارگردان فیلم هستم، رئیس افغان فیلم هم شدم یک دو ماه پیش، من فکر کردم که اگر من بشینم و فقط آه و ناله بکنم و بگم که آی مردم افغان فیلم فعال نیست، ما بودجه نداریم و اینها، هیچ کس نمیایه مرا کمک کنه، پس بهتر است اول من از خودم یک خلاقیت نشان بدم، بعد ممکن است که دیگران علاقه من بشه. 10 مجموعه که میخوایم بسازیم مجموعه تلویزیونی است، فیلم های مستند یک ساعت است به نام سینمایی که داشتیم، و در مورد 10 سینماگر، فیلمساز، بازیگر و عواملی که در فیلم هست فیلم میسازیم و میخواییم که زندگی اونها را به تصویر بکشیم در فیلم مستند. اولین فیلمی را که ساختیم فیلم در مورد کارگردان فقید و خوب افغانستان ما، کارگردان قدیم فقیر نبی هست که ما او فیلم خلاص کردیم و در حال تدوین هستیم. در این حال هفته آینده انشالله، هفته که پیش رو داریم شنبهش، یعنی دیگه شنبه جشنواره سینمای افغانستان داریم را میندازیم، 100 فیلم از سینمای افغانستان در 4 مکان نمایش میدیم. جشنواره حرف بزنیم روی امکانات و بودجه که برای ساخت همین 10 فیلم مستند نیاز است، فراهم است؟ بودجه نداریم، ما وسایل داریم، انگیزه داریم، خلاقیت داریم. من فکر میکنم که انشالله بودجه میایه، ولی ما اولین قسمت بدون بودجه ساختیم با همون امکاناتی که افغان فیلم داشت. شما حالا اگر افغان فیلم بیاین دیگه افغان فیلم مثل دو ماه پیش یک افغان فیلم راکت و منفعل نمیبینین، جنب و جوش است، فیلم ساختن است، در جشنواره دارن کار میکنن، یکی داره ادیت میکنه، یکی ساوند میگیره، یکی رکورد داره پاک میکنه، و یعنی اینکه افغان فیلم جان گرفته و من خیلی خوشحالم که سهمی در این جان گرفتن دارم و امیدوار هستم که انرژی داشته باشم، انگیزه داشته باشم که ادامه پیدا بکنم. جشنواره سینمای افغانستان دقیقاً چه زمانی برگزار میشه؟ 28 اسد روز سپتامبر. به نظر من یکی از اتفاقات قشنگی که در این روزها قرار بیفته جشنواره سینمای افغانستان است، از 12 تا 19 اسد هست. در 4 سینما ما نمایش میدیم، سینمای آی خانم در پل سرخ، سینمای نمارسانه در دشت برچی یا جاده شهید مزاری، سینما دانشکده هنرهای زیبا و خود سالن نمایش افغان فیلم، و شعار ما هست که در 100 سالگی استقلال افغانستان
بیایید به تماشای 100 فیلم بنشینید و امیدوار هستم که از همین دریچه و از همین جا از همه هموطنان عزیزم خواهش میکنم خانم ها آقایان دست اولادهایتان رو بگیرین. 20 فیلم از تاریخ سینمای افغانستان ما نمایش میدیم برای اولین بار. بسیاری از فیلم ها مثلا فیلم رفتن برادران محمودی یا چند متر مکعبش برادران اینا دارن برای اولین بار در افغانستان نمایش پیدا میکنن. یعنی ما فیلم های خیلی خوب داریم، بیاین فیلم ها را ببینین و و و ما را پشتیبانی کنین تا ما فیلم های خوبتر بسازیم در دنیا از سینمای افغانستان و قصه های افغانستان به خوبی نمایندگی کنیم. سپاسگزارم شما با روزهای موفقیت بشه. تشکر خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم.